هرم لوف یا هرم شیشه‌ای را که می‌بینین ورودی اصلی موزه لوف است. سلام دوست عزیز، خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از ما، مخصوصاً از من فائقه. جینگ جینگ. حالا میریم طرف شهر بازی که در کنار موزه لوف قرار داره و بعد از اون میریم در باغ تویلیغ، فکر کنم نامش سعی میگیرم. ها به هر صورت بعد از میریم داخل پارک قدم میزنیم و ما تصمیم گرفتیم که یکی از این وسایل ها رو انتخاب کنیم و در او بالا شویم که انتخاب کردم. من نمیتونم که چیزای زیاد خطرناک بالا شوم، بخاطر قلب میستاد میشه، باز شما بفایقه میشن، باز وقت ایران میمانن که خدایا فایقه کاش که زنده می بود یک ویدیو دیگه جرم کرد. خب هر صورت از او خاطر بالا نشده، ما تکت ای کشتی که کاره که داخل او میرفت اگه گرفتیم. من زینب جان و مادر جان در ای کشتی که بالا شده. خب باید یک تشکری کنم از زینب در ویدیو، بخاطر از اینکه زینب بسیار زیاد ما را در این سفر کمک کرد و با دعوت زینب جان ما آمدیم در پاریس. خب همونطور که شاید آگاه باشین، موزه لوف است به سرک شانزلیزم بسیار زیاد نزدیک است. سرک شانزلیزم یک از جایهای مشهور پاریس می باشه. بله ما اونجا هم رفتیم. خب حالا ما میریم که از او قسمت بالاییش هم بریم. بله از اینجا هم که تر شدیم باز میریم از این بالایی، ولی ما نبودیم، اونو ما بودیم. بسیار خطرناک بود. خب بالاخره خلاص شدیم، پایین شدیم، آمدیم که بریم طرف موزه لوف و شروع کردیم برای رفتن. از او خاطر گفتم باش که برتون خسته کن نباشه ویدیو، یک کمی سرعت ویدیو را تستر ساختم تا خسته نشوین. با شهر بازی را میبینین در اونجا. خب این تعمیر موزه لوف خستک از رای دور که میتونین از این پارک ببینین و لذت ببرین. خب من دوست دارم که یکم در مورد خود موزه لوف برتون معلومات بتم و نمیخوایم که معلومات خیلی تخصصی بتم، فقط یکم در موردش میگیم که چی هست. موزه لوف یکی از بزرگترین موزه هنر و یک بنای تاریخی در مرکز شهر پاریس در کشور فرانسه است. اما تو که میفهمین این موزه یک شاخصه های مشهور و پرطرفدار فرانسه است که در سمت راست رودخانه سن در منطقه یک شهر پاریس واقع گردیده. در سال 2007 میلادی موزه لوف با بیش از 8 میلیون بازدید کننده روبرو شد که در فهرست پربازدیدترین موزه جهان هم قرار گرفته. همونطور که میبینین یک تعداد از دستفروش ها هستن که اینجا مثلا برج ایفل میفروشن و سامون بازی بر اطفال میفروشن و کلاه و چیزا میفروشن که در یک حساب غیر قانونی است. اگر پلیس بیایه اینا مجبور هستن که از این منطقه فرار کنن و برن جای دیگه. و یه مستم بانم که من چی میگم. خود و سزیز ما آمدیم در موزیم که اینجا رو ببینیم و اگه دانستیم بریم در داخل و پشت سر ما رو میبینیم. شهر بازی رفتیم، بسیار مزه‌دار بود. دیگه با ما باشه. خب همونطور که شنیدین ما رفتیم پارک شهر بازی رم که در اول براتون گفتم رفتیم و دیدیم و بعضی از نقاشای ما در این قسمت و نقاشیشون آورده بودن، آثارهای هنریشون که به فروش برسانن و ما از این قسمت هم بازدید کردیم و دست میگرفتم یک زوم کلی بکنم روی تعمیر و مجزیاتش تا حد امکانی که میتونم براتون نشون بدم که چه یک تعمیر مقبولی است جدا از اینکه داخلش خوبش است. خب
باخرجان یا واسقجان میشه بگوین اینجا نامش چی هست؟ میکنم که اینجا چی نام داره و چی رقم هست و نیست. موزه چی؟ لوف. از اون دروازه داخلی که میشه باز اونجا قسمت کافه بار و چیزا میشه فهمیدی؟ این قسمت؟ خواه بادشو باز میتونیم بریم دروازه پشتر از طرف مترو هم میتونیم داخل زیرزمین بریم باز زیرزمین در قسمت زیرزمینش باز مجسمه‌های تاریخی داستان های چیزی همه کل نمی چیز فرانسه فاریس هست این منطقه. خواه تشکر دیگه اگر اکسای اینستاگرامی تیک تاکی میگیرینم بسیار جای خوبیه. تشکر از دو تا دوست عزیز ما که بر ما معلومات دادن و واسق بر ما گفته که بیا که بریم در تاکاوش. ما نمیدانستم که میتونیم در تاکاو بریم بخاطر که من نتانسته بودم که تیکت ریزرف کنم بخاطر دیدن نقاشی مونالیزا از لئوناردو داونچی. باز بسیار هیجانی بودم که برم ببینم در تاکاوش چی هست چی وجود داره و به صبرانه منتظر ازی بودم که برسم بخیر. باز تست میرفتم میتونم باش که برسم شاید که ما را باز اجازه بتن که ما داخل موزه اصلی شویم داخل موزه اصلی شویم و بتانیم نقاشی مونالیزا را ببینیم. اما متاسفانه که نتونستم که داخل شویم. حال این قسمت فقط ورودیش هست که میتونی داخل تهکوی بری و ما و علی و کیان و واسق جان رفتم که داخل ببینیم. در داخل اول وقتی مستقیم میری با حرم های شیشه یا حرم لوفر رو برون میشیم که هم در قسمت بالایش وجود داره هم در قسمت پایینیش، اما این دوتای طوری نیستن که بالای امی حرم شیشه‌ای که در پایین است تک بالایش هم تو وجود داشته باشه. او حرمی که در حویلی است تک ورودیش میره داخل خود موزیم که یعنی راحت است دیگه باز میبینن بعدن. همونطور که در تصویرم دیدن دروازه بسته بود و ما آمدیم در این قسمت از تهکوی موزه لوفر و در خود موزه لوفر شاید در همو دوره یا در صدای 12 تا اوایل 13 میلادی ساخت استحکاماتش به فرمان فیلیپ دوم شروع شد و امروزه یا دمی روزا میگن که باقی مانده امی استحکامات و قلعه در زیر زمین موزه قابل مشاهده است. همونطور که میبینین من ویدیو گرفتم منظور شاید از امی استحکامات باشه. بخاطر وقتی در این طرح سرش بزنی اصلا بر دقیق نمگه. من فکر میکنم اگر زبان فرانسوی رو میفهمیدم شاید میتونستم بر تا معلومات بیشتر بتم. به هر صورت من این معلومات ها رو بر تا ترجمهش کشیدم و چون مطمئن نبودم که درست است یا غلط فقط براتون در روی صفحه میمانم که شما خودتون بخونین. بخاطر از اینکه من واقعا مطمئن نیستم که ترجمهش درست است یا نه. کسایی که فرانسوی میفهمن میتونن که باز برام بگن که درست ترجمه کردم یا نه. و اینا این مجسمه ها به نظر من شگفت انگیز هستن، بسیار زیاد مقبول هستن. موزه لوفر میتونیم بگویم که از سال 1793 میلادی تا امروز به عنوان موزه عمومی فعال بوده. تمرکز موزه لوفر هم روی هنر و تاریخ بشر و خود فرهنگ بوده. با آثار بسیاری در زمینه داره که میتونیم از او جمله تابلوی بانوی صخره ها، تابلوی مونالیزا از لئوناردو داونچی را نام ببریم. ساختمان موزه به طور کلی دارای 3 بال و 5 طبقه است. ساختمان موزه لوفر قبل از انقلاب کبیر فرانسه یکی از کاخهای سلطنتی بوده که در او آثارهای با ارزش و هنری نگهداری میشده و باز تحت عنوان موزه سلطنتی و بعد از انقلاب کبیر در سال 1789 موزه و آثار موجودش به مردم فرانسه اهدا میشه و در سال 1793 تبدیل به موزه ملی فرانسه میشه.
دوستای عزیز گرانبهایم، دو تا عکس دیگرم که میمونم برتان از داخل خود موزه و تشکر از اینکه ویدیو ما را تماشا میکنین و ما را با لایک و کامنت هایتان احساس خوب میتین. دوستتان دارم. ویدیوی بعدی که داخل ویدیو میبینین منتظر از این ویدیو باشین که ما موزه لوفر از طرف شاو رفته بودیم و بسیار خوشایند بود. دوستتان دارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.